نوید سلام. بعد از نوید هم میریم سراغ امجد بعدم واشینگ. آره و بعدش هم رابین دوباره بیاد بالا و قاسم با هم دیگه اگه میشه. رابین و قاسم باش باش. آره آخر این دو دوستم با هم بیان بالا. خب نوید بگو. سلام خوبی آمین جان. مرسی. صدای من اوکیه؟ صدای اوکی نیست ولی بگو. صدای کمه. خب باید سری کاری. بگو سری. خب باش. من یه سوال داشتم. میخواستم یه بحثی تو کلاب هاست چند وقت پیش اومده بود. آقای فراستی رو دعوت کرده بودن. ایشون عضو ساواک بود. یه بحثی اونجا پیش اومده بود راجع به شکنجه و فلان و اینا. یه سوال برای من تو ذهنم پیش اومد، می‌خواستم از تو هم بپرسم، نظر بچه‌ها هم بدونم. شما فرض بکنید این فرضیه که مثلا یه تروریستی رو گرفتید. خب این مطمئنی تروریسته، ثابت شده تروریسته. دو ساعت وقت دارید، دو ساعت دیگه اینا یه بمب می‌گذاشتن، یه گروهی بودن، شما یکیشون رو گرفتید. یه بمبی گذاشتن یه جایی و شما دو ساعت وقت دارید که این بمب رو پیدا کنید. حالا اینو اگر شکنجه بکنید اعتراف خواهد کرد و شما یه عده زیادی رو نجات خواهید. این اخلاقیه یا نه؟ شکنجهش بکنیم یا نکنیم؟ این یکی از اون مثالهایی که من فکر میکنم اخلاقی هست ولی باید غیرقانونی باشه. به شما کار اخلاقیتون این هست که قانون رو بشکنید. یعنی با این که به نظر من اخلاقیه، به نفع یک جامعه هست که اینو با این که اخلاقیه غیرقانونی نگه داره و شما قبول کنین که هزینه شکندن قانون رو بدید و بعد هم برید زندان. خب اون موقع آره دیگه اخلاق و قانون میتونه با هم در تناقض باشه. مشکل نداره. بعضی موقع چیزایی هست غیر اخلاقیه خب ولی غیر قانونی نیست. خب خیلی مثال برای این زیاد داریم. خب که چیزایی که غیر اخلاقیه ولی غیر قانونی نباید باشه. خب مثلا خیانت به همسرتون. خب خیانت به همسر غیر اخلاقیه ولی هیچ حکومتی نباید اینو غیر قانونی کنه. مثال برای چیزایی که غیر اخلاقیه ولی غیر قانونی نیست بسیار زیاده. برعکسش مثال خیلی کمه. برعکس یه چیزایی که اخلاقی هست ولی باید غیر قانونی باشه مثال برای این خیلی کم داریم و این یه مثالی هم که شما زدین از اون مثالای کم اینه. خب دلیل این کم باید غیر قانونی باشه با اینکه اخلاقیه اینی که شرایطی که اینو اخلاقی میکنه خیلی استثنائیه. میدونی؟ بعدیه گوانتانامو مثلا الان اتفاقی که تو گوانتانامو افتاد از نظر تو اخلاقیه؟ نه برای اینکه اون مثال داستانی که شما مثالی که شما زدین اونجا اتفاق نیفتاده بود که اینا مثلا یه جایی توش یه چیزایی داشت. اطلاعاتی که از گوانتانامو اومد بیرون خیلی کمک کرد به امریکا. خب ببین بس آخه خب شما همه گوانتانامو رو گفتیم. ما مثال داریم. حالا مثلا اتفاقاتی که اونجا افتاد درست شد همش نه ولی از توش یه اطلاعاتی به دست اومد که اون اطلاعات جون خیلی ها رو نجات داد. خب پس همه‌شو با هم قضاوت نکنیم یکی یکی، یعنی باید همه رو با هم قضاوت نکنیم. ما نمیتونیم اگه ببین کلی اتفاقات کسایی که اونجا هستن هر کدومشون کیس مختلف خودشون دارن. ممکنه بعضیاش کاملا درست باشه ولی خب مثال برای بعضی خیلی مثال برای اونایی که هم غیر اخلاقی بود هم غیر قانونی بود زیاد داریم. خب پس نمیتونیم همه رو با هم قضاوت کنیم، باید جدا جدا قضاوت کنیم. نیلوفر ممنون واقعا از سوپر چت. حالا اینجا اون مسئله خشونت هم پیش میاد دیگه که در واقع یه خشونت اخلاقی به وجود جانه. نبی جان تو قاسم هم اینجا اشاره کرد که تقریبا 40 سال پیش هم دقیقا همین سوال و اسلامگلاهای تو آره. از منتظری پرسیدن ولی گفت نه چون مزراتش بیشتر. نه اون سوال فرق داشت با این سوال. خب سوالی که ببین نبی جان سوالتو بگو من درست فهمیدم اینه. یه مثالی که زدی فکر کنم شاید من درست متوجه نشدم. یه شرایط خیلی استثنایی بود، یعنی شرایطی بود که در اون لحظه یه بمب یه جدش منفجر میشد، درسته؟ ببین مثال... من میدونی چیزی مثال بزن. آره مثالی که من زدم این بود که بمب تا دو ساعت دیگه بمب منفجر خواهد شد و تو شما دو ساعت وقت داری. یعنی ما نمیتونیم مثلا وقت نداریم که یه دادگاهی تشکیل بدیم،
اصلا این چیزا وجود امکان نداره. یعنی به اون مثالی که حتی این مثالی هم که قاسم زد خیلی فرق داره با این مثالی که شما زدین. این یه شرایط بسیار استثنایی هست که اکثر مواقع ما تو این شرایط نیستیم. خب و چون این شرایط بسیار استثنایی هست، ما نباید بیام قانون با قانون بسازیم. قانون یه چیز کلیه، قانون نمیتونه بیا تعیین بکنه. آره یه شرایط خاص آره ما نمیتونیم ببین امکان ما قانون به خودی خود الان که داریم انقدر پیچیده هست که هزینه دادگاه و وکالت و اینا بسیار بالاست. خب با همین شرایطی که وجود داره فکر کنید چقدر قانون پیچیده تر و غیر قابل اجراتر میشد اگه میومد برای هر شرایط خاصی یه قانون خاص خودش رو داشت، بیاد محاسبات فایده گرایی بکنه برای هر شرایط خاصی. قانون امروزی، قانون الان یه همچین قابلیتی نداره. خب برای همین قانون باید بتونه یه مقدار مجبور کلی تر صحبت بکنه برای اینکه بیاد برای هر شرایط خاصی قانون خودش رو بذاره. چون شکنجه خب بسیار چیز غیر اخلاقی و مضری هست برای جامعه، مگر اینکه یک چیز بسیار استثنایی مثال شما رو که زدیم پیدا بکنیم، قانون باید این کارو کاملا غیر قانونی بکنه. این روش جمع‌آوری اطلاع، قانون باید اینو غیر قانونی کنه. حتی اگه شما بتونید یه مثال بسیار استثنایی پیدا بکنین که این کار اخلاقی میشه. خب حالا توی اتاق کلاپاس با آقای فراستی کلن یه بحث، نمیدونم فکر کنم بابک هم بود تو اون اتاق، یه بحثی در گرفته بود. یه عده‌ای که توی انقلاب 57 شکنجه شده بودن، ایشون رو ازش به شدت انتقاد میکردن، یه دعوایی هم شده اینا که ایشون میگفتش ما مثلا یه آقایی رو گرفتیم، مثلا جز گروه های چپ بوده، اینا یه خونه تیمی دارن، تو خونه تیمیشون گفتن اگه تا 2 ساعت دیگه من بر نگشتم شما خونه رو باید تخلیه بکنید. یعنی همه اون تروریست ها به قول آقای فراستی، حالا من نمیگم تروریست بودن یا نبودن، فرض بکنیم بودن، همه اون تروریست ها به قول آقای فراستی اونجا رو ترک خواهند کرد و هیچ کدوم رو نخواهیم گرفت. این ما این آدم ها رو شکنجه میکردیم، به پاشون شلاق میزدیم برای اینکه لو میدادن تو اون 2 ساعت و ما میتونستیم خونه تیمی رو پیدا بکنیم، این آدم ها رو هم پیدا بکنیم و از خطر بالقوه بمبگذاری اینا جلوگیری بکنیم. خب ببینید، ما هزینه ای که یک جامعه خواهد داد برای قانونی کردن یک همچین روش هایی، هزینه این بیشتر خواهد بود از سودایی که شما میتونید توی این مثال پیدا بکنید. نه دیگه، ایشون میگفت ما کار قانونی نمی کردیم، میگفت کارمون غیر قانونی بود، ولی میکردیم و کسی با همون کاری نداشت. ببین یه مشکل که هست اینه که شما، من نمیتونم، ببین اون مثالی که تو زدی بهتر بود. خب ببین ما الان کسایی که تمام زندگیشون رو گذاشتن که قانون رو مطالعه بکنن، بیان ببینن چه کارهایی رو محاسبه بکنن که چی به نفع جامعه است چی به نفع جامعه نیست، اونا محاسباتشون هنوز کلی اشکال داره. خب ما نمیتونیم کسایی که اصلا کارشون قضاوت نیست و الان بیایم بپذیریم که استعداد اینو داشته باشن که بیان قضاوت بکنن. که ببین تو مثال اولی که زدی که مثلا یک بمب قراره مثلا 2 ساعت دیگه منفجر بشه، خب این یه شرایط انقدر خاصی است که ما میتونیم بگیم یه قضاوت اگه اینجا میشه که این به نفع جامعه است که ما کار غیر قانونی بکنیم، تو اون شرایط ما میتونیم بگیم خب این آره تو این شرایط به حقه. ولی الان مثالای دیگه‌ای که دارین میزنین، ما نمیتونیم اعتماد بکنیم که حالا اینا کی بودن، آیا مثلا الان داستان اینا دارن به ما اینجوری میگن. خب آیا واقعا قضاوتشون از این هزینه ای که قرار بوده داده بشه واقعا درست بوده نبوده، اینا با چه تجربه ای دارن این حرفو میزنن. من میگم کسایی که حتی کارشون تحقیقه، الان اینا مثلا کارشون جنگه، کسایی که این تصمیم رو میگن اصلا یه جای بالاتر معمولا تصمیم میگیرن و کارشون اینه که این تصمیم رو میگیرن. الان اومدن به طور شخصی اومدن خودشون تصمیم گرفتن، اینا فیلمای بتمن و اینا نگاه میکنن، ویجیلنتی جاستیس میشن. یعنی ببین ما فقط تو افسانه و توی مارول و اینا میبینیم که مثلا بتمن میتونه خودش بیا تعیین بکنه که مردم حقش بهتر از قانون و بهتر از جامعه میتونه بیا تصمیم بگیره که حق کی چیه. در تو زندگی واقعی اینجوری نیست، یه کسی نمیتونه خودش بدونه، اینا کلی مطالعه لازم داره، کلی استدلال لازم داره، خودش نمیتونه بیاد بگه به نظر شخصی من درسته که این غیر قانونیه ولی هزینه بیشتر. نه، این روش
یعنی بهبود دادن یه جامعه این نیست. ما باید بیایم هر کسی کار خودش رو بکنه، یک سیستمی درست پیدا بکنیم که بیاد اونا بیان هزینه رو تعیین بکنن، قانون رو بر اساس هزینه بیان محاسبه بکنن. شما اگه کارتون اجرای قانونه، کارت اجرای قانونه، نه قاضی باشه، کارت تو قضاوت نیست. من لازم چه این روش ها رو ما نباید. آره دیگه، ما تفکیکش کرد دیگه، تفکیک کنیم درست میشه. درسته، مرسی، من دیگه حرفی ندارم. فقط یه چیز کوچیکی هم بگم، ما با مدرک میگیم که جامعه ای که این چیزها رو غیر قانونی کردن و برای حتی گناهکارترین آدم ها وکیل میگیرن و حق دفاع میدن، ما اینا رو دیدیم که به جامعه ای که مثلا تصمیم مثلا کسی رو مجازات نمی کنن بدون که بتونن وقت دفاع از خودشون داشته باشن، این جامعه رو ما دیدیم که اینا پیشرفتشون بهتر بوده. یعنی ما اینا رو میدونیم که این روشه، این روش ها بهتره. در هر صورت ما دیدیم که خشونت چه نتیجه داره. بله، مرسی. مرسی، سوالا جالب بود. نبی جان من قربونت برم، فدات شم، خدافظ. فعلا خدافظ.